داخل لول اصلا یکی خانه کنه اصلا خان بریار برد جلو و گلنگدن خوابید دست خوابید که این لول چپ ابتدای لول گشاد شده و دیگه به کار دیگه تفنگ خوبی نیست دیگه نیازی هم به تیراندازی نیست. دوستان اگه این چهار تا خان و اندازه هم خطاش و نقشی که میندازه مثل هم بندازه این خانه احتمال 90% سالمه. روش جناب حسینی که الان خودشون هم توضیح میدن خدمت رو تا پوچه خواهش یه هم یه روش های سینی فشنگ از نوک میزنه بعد از ته لول گلنگدن تا این قسمت بیشتر نیومد و ما نتیجه میگیریم که خب بریم مرزاد رو بیا با سلام خدمت همه بینندگان عزیز کانال ما، از این که حمایت میکنید متشکرم. یه ماه گذشته واقعا حمایت کردید، از همه تون ممنونم. و این که امروز اومدیم به اتفاق دوست خوبم جناب آقای خالدی اومدیم یه اسلحه برنو معرفی کنیم و این که یه مقدار توضیحات در مورد اسلحه برنو بدم براتون. دوستان عزیز الان میخواین یه دونه اسلحه برنو خریداری کنین، میخواین الان خرید کنین، حالا نمیدونم بقیه شهرستان سیوری، شهرستان ما که اینجوری بود، طرف گفت آقا این تفنگا پریشب زنگ زد گفت این تفنگا میخوام بفروشم، ما هم برای خالدی اومدیم خریداری کنیم، زنگ زدیم که تفنگا بده بیاد تا امتحان کنیم. دیگه بقیه شهرستان ها من نمیدونم چجوریه، شاید یکی آشنا داشته باشه به قول اون طرف که میگه تو لواسون نه من سیاسی بود درست بلش، شاید یکی آشنا داشته باشه تفنگ بهش بدن بیاره امتحان کنه، شاید یکی برای یه فشنگ هم بره در خونه یکی فشنگ هم بهش ندن که بیاره. اما میاییم رو حالا ما که منطقه ما که ایجوریه همیلی با یه لذبتش بستم نیلرز. خب دوستان عزیز عرض کردم خدمتون که حالا تفنگ داد اوورد بنده خدا صاحبش اسلحه برنو وسط، والا مارکش هم که من بگم ببخشید آقای خالدی، مارکش هم که من بگم مثل همون مارک اسلحه برنو، ببینید چیزی روش نزده که آقای خالدی تمری بیاری بگم چیزی روش نزده که الان من حالا بگم این یوگسلاوه، بیشتری هاشا من از روی مگسک کار میگفتم مثلا یوگسلاوه و از روی گلن کار دسته ها خابونده باشه، دسته ها بعضی هاشید میچسبید تو قنداق جاش در ورده، بعضی هاشون دسته ها اصلا حالت افقی داشت. و ای که اسلحه برنو به نظر من به عقیده من اصلا، حالا شما دوستان ببینین کل اسلحه از نمای نزدیک شما ببینین بفرمایین چه مارکیه، حالا توی ویدیو هم من یه اسلحه برنو گذاشتم گفتم او چه مارکیه، اما اینا دیگه حالا خودمون میخواییم خرید کنیم تا دو سه روز دیگه هم بیشتر فرصت نداریم. آقای خالدی هم تو کار خرید فروش یه اسلحه با مجوز در میاد 185 میلیون تومان. زدنش هم که الان من سیبل میذارم اینجا. خوبم نشونتون بدم از کلا همه قطعاتش که شما بفهمین مال کجاست. زدنش هم که الان ما سیبل اگه یادتون باشه حضور ذهنتون باشه این میدون تیرمون بود، اگه که آیون فیلم بردار این میدون تیر عروضیمون بود که فاصله 400 متر و 200 متر رو گذاشتیم تو هدف که بزنیم، این میدون تیرمون بود
و اینکه دوستان حالا چگونه اسلحه برنو رو شناسایی کنید که ببینید چه اسلحه خوبیه یا چه اسلحه خوبی نیست. هر کی یه شگردی داره، هر کی یه شگردی داره، یه روشی داره برای اسلحه برنو. من شگرد خودم، تجربه‌ای که از دوستان قدیمی، از تفنگ بازای قدیمی، تفنگ چینای قدیمی، تفنگ دوستای قدیمی داشتم، دوستان یه دونه فشنگ، یه دونه فشنگ سالم که دست نخورده باشه مرمیش، از این جدیده، حالا قدیما فرق نمیکنه. ببین یه دونه فشنگ برنو 8.50 و 7.92. ببین دوستان یه دونه فشنگ ها تو لول قرار میدیم، اینجا تو نوک لول، اون جایی که قرار گرفت یه ضربه در حد 2 کیلو 1 کیلو 2 کیلو ضربه بهش میدیم. بعد فشنگ ها سر همون جا که دیگه زیاد خراش بر نداره میاریش بیرون، میاری بیرون، 4 تا خان اینجا میفته روش، رو اصله. دوستان اگه این 4 تا خان به اندازه هم خطاش و نقشی که میندازه مثل هم بندازه، این خانا احتمال 90% سالمه. تو برد، تو فاصلهی که میخوای تیر اندازی کنی، احتمال 90% اگه 4 تا رو به اندازه مساوی مثل هم، یعنی 4 تا قرینه هم شکل انداخته باشه، یعنی 4 تا خان سالمه. حالا این میشه نوک اسلحه. باز قدیمی ما، قدیمی های ما برای اسلحه برنو شناختن یه روش دیگه داشتن که من اینجا براتون اجرا میکنم. آخه سرکار زنی اطلاع دارید نگم سی روش شناسایی استوزی ببین. خب یه تا من اکو مرمی و دست درا، یه مرمی باید در بیاد، همون تو تانه سرکل که بارو تشنه ریس من ایدرا. هیچ پوش نداریمه؟ خب داریمه نه. خب زحمت کشین دورنلتون رو قطع کنین، یه امارده از من کارگاه بیاریم. روشی که عرض کردم خدمتتون، این روش که از نوک اصله یه روش بود. روش دیگه که حالا من از یه تایفه ای داریم، تایفه بزرگ زیلایی که اکثرا 90% هم دست به تفنگن و تیراندازای قدیمی ما هنوز مثلا میزنن، تایفه بهمه‌ای و تایفه زیلایی مثلا هنوز مثال میزنن، مردم مثلا میگن تفنگچین از بهمه‌ای یا زیلایی. یه آدمی بود بنده خدا از تیر تایفه زیلایی، سنش هم بالا بوده، به من هم گفت اگه خواستی ویدیو بگیری میام، اما بنده خدا سنش خیلی بالا بود دیگه، فکر میکنم میتونست با ما میومد. این فرمایش کرد که یه دونه مرمی فشنگ رو در میاری، مرمی فشنگ برنو. حالا اگه میخواستی یه جا در نیاد، اگر میخواستی در نیای تو کوله پشتی در میومد خودش. دوستان یه دونه مرمی برنو در میاری و داخل لول قرار میدی، داخل لول قرار میدی به این صورت داخل لول قرار میدین و یه دونه فشنگ برنو پشت سرش رد میکنی، اگر گلنگدن برنو اون مرمی رو برد جلو به راحتی، برد جلو و گلنگدن خوابید، ببینین دوستان
برد جلو و گلنگدن خوابید، دست خوابید که این لول که ابتدای لول گشاد شده و دیگه به کار دیگه تفنگ خوبی نیست، دیگه نیازی هم به تیراندازی نیست. مرده است. دیگه نیازی هم به تیراندازی نیست. اگر که خالی یواش اون بالوتلت نریسن. ها با بلندتر بود. یه مال چنه؟ یه مال تفنگی دهی. ها نه جاشا میری بیقرد آخر. پس این دو نو را برای خود این دو نو که فشنگ از بالا بزنی پایین خط بندازه و این که مرمی را از این قسمت رد کنی داخل گلنگدن تا این قسمت بیشتر نیومد. بس ما نتیجه میگیریم که لول اول لول گشاد نیست، چون بعضی از اجناس هم بودن، بعضی از لولا حالا به حساب امروز جنس ها تقلبی بودن دیگه. الان تا این حد که ما سالم میبینیمش، اما باز روشی که من همیشه میگم برای اسلحه برنو، اسلحه قدیمی ها میگم به زدنشه، اسلحه باید بزنه، باید هدف بزنه. حالا تو هدف هم هر کی یه فکری داره برای خودش. من به عقیده من اسلحه برنو اگه بالا و پایین بزنه میشه حسابش کنی، چون میشه رو درجه بگی رو. اگه که از پهلو بزنه مثلا 30 سانت از کنار مقابل کار بزنه، او اصلا هم به نظر من باز مشکل داره. اما اگه بالا پایین کار بزنه اصلا مشکل نداره. و میخوام این اصلا رو با جناب خالدی هم اینجا با هم تست بکنیم. آقا مرتضی خالدی زحمت بکشه و هدف رو میبره سر 200 متر عروضی که رنج زدیم 200 متر. تو 200 متر میشونه، حالا خواستیم کمتر بزنیم اما چون رنج نداریم میخوایم همون 200 متر امتحان کنیم ببینیم دوستان تیراندازمون عروض چه سختی هایی کشیدن با این سیبلای ما. جناب آقای خالدی زحمت بکشه سیبله باره بنشونه و به گوشی سالم نوره غیرم یه گوشی بنشونه شوی ها ها یاد از همونه بنشونه هوا بگذارش کنه فیلم شو بگیم پشتتی ها ایری یده ها کنار رن کناری هر جازه بگیم یه دو متر خب دوستان عزیز، جناب آقای خالدی اولین فشنگ ها با برنو تو فاصله 200 متری میخواد نگیره او بالو گرش حساسه یوتیوب حساس ملا ساعت ها برنو آقای خالدی همون هدفی که نشوندیم. البته این دفعه دیگه آقا مرتضی بعد گوشی ها نذاشته باشه دوربین اونجا جاسازی کرده باشه، آقای خالدی اولین فشنگ ها میندازه سافچاک بینی آقای درجه بیش بعض درجه دیم بعض سافچاک دیم یه صاف حساب بو هم نچ منم تا چاک بگی اون نکی دی بیا با مرزا خود تو یه نبگی غزت گوشی نبگی درد دست بیا یه هم دور بینسی تو بیا امیر علی هم دور بینسی تو بیا بیر بره او رو خب بسم الله آقای خالدی بسم الله بزن نچ چی کنی ببینیم اگر که هدف البته او دوربین شکاری با من دست مو اما خاطر چاره هم نیسته امیدی و انزوره بذار هر مجال وقتی هویت نفس نفس که قشنگ تحت چاک کن نکی دیده و هدف یکی هدف قشنگ دیاره من هم مرزا خیلی زومش کنی؟ زوم یعنی خوالش امایی؟ امایی من بمون امایی خب
مال تفنگ. جسمت خیلیه. ماشاءالله همت کوتاه. کورو کور نگیری. یه متر نی. همین تو ده دور می‌نویی و حالا کنن. یا فشار سر نزدیم نشما؟ نه چیزی نه. سیزن آبای. چیسه؟ نچشیش؟ یه از عیب اولش دوستان که ناخونکش کار نکرد. یه از عیب اولی ایتفاین. حالا باز فشنگ دوم هم میزنیم. دوستان دیدین که این اسلحه، البته الان ما میبرم میکرومتر هم میذارم رو این پوکه، از زدن که خوب زد، اصلا سوراخ کرد، اما مثل که الان دست میکشیم پیداست که انگاری تای پوکه مقدار باد کرد. حالا ما اینا ایراد یا از فشنگ میبینیم. دم همون نقش جیرو هم باکتش نامش همو بسنده. نه کف کاره گیری یا گیا؟ ها نه کف چاکه گیری یا نه نقش ساشه بگم بسند و بالا شد. چکه؟ اختیمون ایره نزی؟ ها یعنی چی؟ زی؟ درجه باشده؟ باید باید فشن بیچ سر شده رو بودن؟ ها درجه دامش، دویز درجه دامش، یه درجه دامش. اما زیرو؟ زیرو؟ زی ایرو؟ اصلا نیان چه زی کورو؟ اصلا زی ایره زی تفایی؟ ها زیره زی دامت زی همیلو زی میگم آه. دوربین فیلم شگیره بیو این فشنگ دیگه باد نکرد. ما ای با از فشنگ ها میبینین دوستان، این فشنگ هم باز یه مقدار باد کرد، حسین های بادی کنه. بیا میرسه همه، میرسه همه بیا به مجالی می میرسه همه مجالی می باز حداقل امیز نیمت با هدف مرتضی. خدا دهنتت کنه، خدا دهنتت کنه تو رو بندوی ما یره. این رفیق منه بیت چیکار میکنه؟ آقا فشن اصلا ده متر کوتاه اومد، ده سای نوید متر کرد نه حسین بارود تتره نه آقا گوشی تاموشه. آقا گوشی سر و پیمای امیر سه آدم ایگان امین فشن نشه دکی زن با کار لبی فشن ناره. سلام آقا، ما یه خاطری بدی داریم حسین با این برنو وسطه، این برنوی که موسیقی بایم آسین خواب بسنه سر خالدیم این برنو ما هم صبح تلا توضیحاتونه دویم الان سر کنم بفرما توضیح به هرچی بینی و بعد یود کف مرمی خورده بادی کنه این رو، این رو بادی کنه نیستا فشنگل مونم یه دست نبین مالی کار خونم اشتی بین کف بادی کنه این رو. آن این رو درست سیچه
یه هم فشنگش نورده با آسان بده رو بایمش بعد یه هم فشنگ ما فشنگ جدید بسو مکی بس ایرو ایرو آه بس ایرو 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 خاکه فشنگ جدید بیا آه یه بینه خب با بوینه خود عدف نشان سر دیویس مکی گوشی هم روی کاری کنم گوشی هم روی کاری کنم یه هم از روش جناب حسینی که الان خودشون هم توضیح میدن خدمت رو تا پوچه خواهش یه هم یه روش های سینی فشنگ از نوک میزنه بعد از تای لول بشن دورونه بزن که او رو روشنوه یه هم یه روش چهار تا خان میگه با پیدا باشه این شد الان سه روش های سینی فشنگ باش باید دوربین سر دویسه مرک داره داخل لول اصلا یکی خانه کنه اصلا خان بریا و یه نیبا یو یه نبینه؟ نه اصلا نیبا یه نه بوان هست اصلا اصلا یه فشن بوان ما خوبم اصلا بوان هست بوان سه خونه بوان بوان خانه تانش که بیا سن فشن جدید زن یوگوستاو ما خوبم هم تو گم یوگوستاو البته یوگوستاو ولی دیگه کار خوشه چرد ها؟ دیگه دیگه کار خوشه چرد نه بای اصلا گال دوستان آیا حسینی نپسندید؟ نه دیگه یه قیمت نیه هر زکیده بخواهیم دوش عوض کنم یه فشن بوه نشه عدد یه خونه بی تا باریم بروشیم مگون خوه هم که نبود بو بفروشیش اصلا خان برید چطور معلوم بود؟ اصلا دو تا خانه ای را خواه اصلا دو تا خانه ای را اصلا بشه مشخصه چنه منش دکو؟ بریه بو همه گون بریه یه اصلا چنه منش دکو بر خان بریه تو تیه دواش بود تا بریه اصلا زنی کورو اصلا مجبار که جوره نیکنم یو بو اصلا مجبار نیکنم یو بو هر چشمه ده بلاسته بو اصلا اینه پنسه نگه بو تو فنگ که خان بریه مجبار نیکنم بشمو چه مشکل داره یا چی بو؟ بچه؟ بو نش؟ نی بو چه فشنگ اصلا رو یه جوران نکنم فشنگ مگه دوربین شکاری نه بگه یه اصلا نه زه ایرو یه زه ایرو مکی ایرو ایرو البته مرمین هم خبیر چه خبیر چه هدف ببینی 200 متر ها 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 سفیو سفیو مکی خب بذار مکی ایرو ایرو نبینی دمه جلو بله بله بذار الان بذار بله 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 مرمین هم واسه احتمال چه هوا رای بود من چه بذار مرمین درو بردی شاید هم الان بذار سر بگه درجه تا درجه بونه حسین بی درجه بس یه متر کتاگه از این تا 60 متر کتاش بگم با کتاگه سال 90 متر کتاش این سال 90 موتو با مات فهم بوم خود نبیس فهم بزر جو بزر عجب یه دو متر دو متر کتاگه در راز راز ای تو فنگ جو ای تو فنگ بابا هیچی نشکنی نه گلمش نه کپش وقت فشن بادی کنه یعنی کوب خراب بوی که فشن بادی کنه کوب فشن کوب کنه بوی کنه بوی مثل تو خالی بای کنی رو بغلای بوسه دونی گم چه؟ دکو؟ یوف بازم نبود بازم نبود وقتی که صاف 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 بود تا گلم کشی همه تونده برس در رو خب وقتی که یه کنه بود داخل مثل تونل مانند وقتی که انفجار کی بوسه که یو بادی کنه یو باد کنه ایره من او کنه آیا سینه که توضیح ده بگیره بش صحبت بیا بلش کن آقا مطمئن اگه بسه هست بوانه برا بیا بوانه الا که دخوی بنا اقل بوانه ها
های سیخ سومبه با خود باید ارزارم مثل پوسپورت حکیه باده کنه سکه یک خب باده کنه حالا تا پشان قیمه هم بزنم حالا با لول کپ یه توفنگ هم عیب داره کپش فشنگل مونم فشنگ خوی نبین حالا به تا بگی فشنگ بونم دواره هدف هم وست نه کسی به هدف بگیم اینگاه حالا وست سر توهای پتر اینگاه سیاه ببین سیاه ببین بس ما وست هیچ ببرد بزا بیا ببرد نه همو صفیه خوشه بنام بردی بالی گوشه آبه بردی بالی گوشه بردی بالی گوشه نه مارم من یه چیز همو نبنام اضافه صفیه چه بنام هر چیش دیار بنام زیزه نه نه همیشه خوزه میا بیا 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 یک ده هست خوب بیاد ستا تاله بس بزنش قابله نه دیا امیرسان نفس آبه تو دو داره دارم اون دفیه خود کوتاه نه چه؟ ما که زیان کوتاه که من نبی؟ نه بذاری این برش بقیره سمت راست سمت راسته؟ خدا ما صوت لگه انتفاعی که سمت راست بزنه خونی و خونی و تنظیب و باید یه جا یک 20 متر کوتاه کنه پشنگ بعدی 40 متر کوتاه کنه پشنگ آخری زنید جلو چطور؟ اینه که لول بق داغ و ویده لول توی اقرای خون ناره بیا یعنی هر پشنگ هی کوتاه تر کنه باوره خان بسونیز نه بسه آقا ما شیفتون دیره ایسا یه پشنگ ببرن خدا فرای دیرم بوخ بوخ دیرم شرمنده بودین دست درنکن خدا حافظ بینندگان عزیزم خدا حافظی خدا حافظ قربونت خدا حافظ مدیرم شیفت زحمتش بره با امیر سکو زاتیره زاتیر عبری دیگه زاتیر الانه دو متر هم که در مکیگان نبیام 20 متر خب بایا تایی دو بیر این بخونو بوریم یا نه حالمون خراب چه با این کیفیت دوستان عزیز همینطوری که جناب حسینی هم اومد کارشناسی کرد با این چند تا روشی که ما شناسایی کردیم و حالا ظاهر اصلی هم که ظاهری درست حسابی نداره حالا ببینین حالا مشخص انگار فکر کنم از جنگ جهانی اول و دوم و سوم و چهارم هم رد کرده بعد رسیده دست ما و بازم اسلحه برنوا دوستان به ظاهر کار نمیشه اعتماد کرد یه اسلحه میبینی ظاهر نداره اما واقعا مهر میزنه دقیق میزنه خال میزنه یه اسلحه میبینی ظاهر داره اما اصلا نمیزنه اسلحه برنوا از رو ظاهر اما آقای حسینی باز تجربهش بیشتر بود زمانی که رسید گویی اسلحه خان بریده و ما هم چون که هنوز عرض کردم اولی ویدیو خدمتتون اسلحه آوردیم که به صورت امانت آوردیم الان میریم پشتش میدیم انشالله خیرش را صاحبش ببینه یه اسلحه خرجش زیاد اگه بخواد یه دونه گلنگدن باید براش بگیره و لولش هم با کامل عوض شد چیزی نداره قنداقش هم فهم چیزی یه اسلحه دیگه شاید برای تو عروسی ها هم خوب نیه تو جشن و مراسمات هم خوب نیه حالا توی جشن
یه فشنگ بندازی دیگه سنبه و سیخ ها بکشی به پوکه تا پوکه در بیار. نه یه اسلحه اسلحه آنچنان دلچسبی نیست و ای که دوستان اسلحه برنو روی 5000 تا گلوله باید لوله شو عوض کنی، یعنی تفنگش 5000 تا گلوله ازش بره بعد از 5000 تا باید لولهش عوض بشه. این تورچ پیداست این تفنگ از 5000 تا رد کرده و کلا 5000 7000 هم مبارزه رد کرده و یه تعمیر اساسی خواهد به نظر من به صرفه نیسته. بخوای درستش کنی یا لا برای درست کردنش تفنگ الان نیست. اگه 185 میلیون بگو الان شونه هم که بزنی 170 میلیون هم که بخواه بده 170 میلیون با 50 تون خرجش کنی که بیشتر هم بیشتر از 50 تون خرج پنجات من خرجش کنیم خود یه همه عمره یه دونه اصلا سالم تشه سوال. بعد حالا بعد از پنجات من خرج کردنش هم او کیفیت دل همه تونه به خدا میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدارتون.